همگی، من کیانا کریمی هستم. همینطور که میدونین بحث این دوره از کنفرانس به زنان و مشارکت سیاسی اختصاص داره. ما فکر کردیم قبل از اینکه وارد صحبت راجع به مشارکت سیاسی داشته باشیم تو این پنل اول یه نگاهی داشته باشیم به رابطه جنبش زنان و مفهوم سیاست. تو این 10 سال گذشته اگه جنبش زنان رو دنبال کرده باشین میدونین که فعالان زن تونستن با فرم‌های خلاقی به شکل‌هایی از فعالیت مدنی دست پیدا بکنن که هزینه‌های امنیتی رو براشون حداقل بکنه. اصلا این واژه فعالیت سیاسی در جای خودش رو به واژه فعالیت مدنی تبدیل کرد و رابطه مستقیم با منابع قدرت جایگزین شدن با تمرکز بر بدن جامعه و تغییر از پایین به بالا. قطعا بخشی از این تغییر به خاطر کم هزینه کردن مشکلات امنیتی برای خود فعالا بود، اما به نظر میاد سوای راهکار و استراتژی که فعالان مدنی برای پیشبرد اهدافشون داشتن یک تغییر مفهومی هم در جنبش زنان اتفاق افتاد، تغییری که سعی میکرد تا جای ممکن جنبش زنان را مفهومی غیر سیاسی جلوه بده. الان که اینجا نشستیم به نظر میاد فرصت مناسبیه که ما دوباره نگاهی داشته باشیم به رابطه جنبش زنان و سیاست، و 3 سخنران عزیز داریم اینجا که هر 3 به نوعی به این رابطه نگاه میکنن. اولین سخنرانمون خانم اعظم بهرامی هستن. خانم بهرامی فعال محیط زیست و زنان هستن، یک مجموعه شعر و داستان کوتاه دارن که برنده جایزه صادق هدایت شده. ایشون راجع به رابطه جنبش زنان و دین صحبت میکنن، به خصوص اون بخشی از دین که خودش رو به صورت قوانین حکومتی در کشور ما نشون میده. سخنران بعدیمون خانم شهر شاهرخی هستن. خانم شاهرخی استاد فلسفه در چند تا از کالج‌های شمال کالیفرنیا هستن. آگست امسال مقاله‌ای خواهند داشت در کنفرانس ایران شناسی که به رابطه فمینیسم و سکولاریسم می‌پردازه. عنوان این مقاله هست: آیا آینده فمینیسم و سکولاریسم در ایران در هم تنیده شده است یا نه؟ من از هر 3 سخنران دعوت میکنم که پنل رو شروع بکنن. سخنران اول ما خانم اعظم خواهد بود. مرسی. درود و سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز و برگزار کننده های این دوره از همایش بنیاد، و خیلی متاسفم که بین شما عزیزان نیستم تا از این فرصتی که رخ داده برای تجربه اندوزی آموختن بیشتر استفاده بکنم، و متاسفم برای این که علی‌رغم تلاش دوستان و به خصوص خانم امین نتونستم کنار شما باشم، و پیشا پیش عذر میخوام اگر اشکالی در صدا پیش بیاد یا احیانا اسکایپ قطع بشه. موضوع جستار من در واقع یک تحقیق تحلیلی کتابخونه‌ایه که یه گذاری هم بسیار جزئی به تاریخ و بگراند تاریخی ماجرا داشته، و با اتکای به آمار در واقع میخواد به این پرسش پاسخ بده که چطور یک حکومت ایدئولوگ در نهاد خودش با قدرت یافتن زنها در مناصب سیاسی تناقض داره، و چطور در جغرافیای جمهوری اسلامی این طرح در بطن قانون دوگانه‌ای که رو ترکیب از جمهوریت و شرعیات میدونم طرح و تصویب شده، و بعد این هدف رو همپوشانی میکنن، و چطور همین سیستم اجرایی و قضایی در این محدودیت ها و ممانعت ها پیگیری میکنه و نهادینه میکنه. من فکر میکنم که حضور زنها فارغ از عرصه سیاسی و نوع حکومت ها عمر کوتاهی داره. اگه تصویب حق رأی زنان رو در واقع یک آغاز جدی بدونیم برای شروع فعالیت زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی، قدیمی ترینش برمیگرده به کشور نیوزیلند و سال 1893 که یعنی حدود 120 سال پیش بوده. اما در ایران این رخداد سال 1962 تایید و تصویب میشه، و تقریبا حدود 56 سال پیش ما بعد از اینکه در دور اول مجلس هم ردیف دیوانگان و تبعی خارجی و سقرای زیر سن و دزدان و قاتلان قلمداد شدیم، حق رأی کسب میکنیم. برای اینکه یک ملاک مقایسه داشته باشیم از این دستگاه مختصات و چراغ دیگه‌ای رو براتون روشن می‌کنم، مثل ترکیه،
که در همسایگی ماست و سال 1914 زنان در اون حق ورود به دانشگاه پیدا میکنن و 1934 حق رأی کسب میکنن. ایتالیا که حدود 1925 این اتفاق میفته و از اون طرف کشوری مثل بحرین رو داریم که سال 2002 بعد از تلاشی که از 1973 آغاز شده بود به حق رأی میرسن و کشوری مثل عربستان سعودی که برای سال 2015 هنوز یک موضوع بالقوه است. در مورد ایران اما در طول تمام این سالها همیشه شاهد تلاش علمای حوزه و طلاب و رهبران مذهبی که زینفوز بودن در بدنه اجرایی حکومت، شاهد تلاش اونها بودیم برای مخالفت با عدم حضور زنان چه در شروع که حق رأی باشه و چه در مراتب بعدی که من البته میخوام اون رو محدود بکنم به بازه زمانی بیشتر بعد از انقلاب و خصوصا 10 سال اخیر. مثال‌های تاریخی بسیار زیادی برای این موضوع وجود داره که به عنوان نمونه میتونم اشاره کنم به صحبت که مدرس داشت و میگه که اشکال در کمیسیون اینه که اسم نسوان رو جز منتخبین بردیم و مگر کسی که دیوانه باشه یا از سفها باشه حق در واقع میتونیم براش حق انتخاب قائل باشیم و این اشکال بر کمیسیون وارده. حتی در یه مورد خوشبینانی آقایی که در واقع یکی از فقهای شیعه مترقی بوده و از مدافعین مشروطه بوده به نام مولا عبدالرسول مدنی هم وقتی که بحث مساوات مطرح میشه بین زنان و مردان فرق قائل میشه بین زن و مرد و میگه که عدم کمال زنان در آزادی و انسانیت در واقع به دلیل ضعف قوا اتفاق میفته و یه چیز بدیهیه. اما این پرسش که همیشه وجود داشته که چرا زنها باید در عرصه سیاسی حکومت نقش داشته باشن و همیشه پاسخ به ظاهر روشنی برای این پرسش وجود داشته. اما به نظر من ما وقتی که در مورد جغرافیای ایران صحبت میکنیم باید در نظر داشته باشیم که در مورد نیمی از جمعیت حرف میزنیم، یعنی حضور یا عدم حضور اونها در بدنه سیاسی اجرایی و قضایی، چون که این سپاهیه در جمهوری اسلامی بسیار در هم تنیده هستن حرف میزنیم، و اینکه در مورد جامعه صحبت میکنیم که دست در واقع درازپای دست بسیار درازی داره سیاست و مثل یک هشت‌پای عظیم الجثه که از فعالیت‌های محیط زیستی گرفته تا روزنامه‌نگاری گرفته تا در واقع حتی افرادی که ممکنه در زمینه‌های هنری مثل ادبیات یا فیلم فعال باشن رو شامل میشه. پس کنار گذاشتن این موضوع سیاست حذفش میتونه آسیب بزنه به فعالیت‌های دیگه اجتماعی فرهنگی زنان. موضوع بعد این که ما با یک مذهب حکومتی و یک حکومت مذهبی مواجه هستیم، به این معنی که مذهب حکومتی در واقع قدرت و بازوی تصمیم و اجرا اعمال زورش رو و حمایت از ارتش و سرمایه‌اش رو از این حکومت میگیره و حکومت مذهبی به این معنی که یک مشروعیت تامی برای خودش قائله به خاطر اینکه خودش رو متصل با یک عالم الوهیتی میدونه و بی‌نیاز میدونه خودش رو از انتقاد و در خیلی موارد خودش رو به خودش یا گردانندگانش رو معصوم تلقی میکنه. پس وقتی که ما با یک همچین سیستمی مواجه هستیم به این نتیجه میرسیم که در واقع در سیستم اجرایی میتونه چقدر نفوذ داشته باشه مبانی اسلام. نمونه‌های روشنش رو من میتونم اشاره بکنم. اگر ما تقسیم بکنیم قانون رو به دو بخش، نص صریح قوانین که در واقع مصوب میشه در مجلس و بخشی از اون تحت تاثیر قوانین بین الملل ممکنه باشه و در واقع شواهد و نظراتی از قوانینی که در جامعه جهانی پذیرفته شده هم در اون میبینیم، و یه بخش دیگر رو بذاریم شرعیات، یعنی قوانینی که بسیار از قضا بسیار جزئی نگرانه از اسلام نشأت گرفته و برای جزء زندگی افراد تعیین تکلیف میکنه، از بخش اقتصادی گرفته تا بخش قضاوت تقسیم بکنیم. میتونم در مورد بخش قوانین اشاره بکنم به اصل 2 قانون اساسی که در واقع به روشنی بیان میکنه که نظام جمهوری اسلامی یک نظامی بنیان گذاشته شده بر 5 اصل فقه شیعه، که در این 5 اصل در واقع شما یک نقش ویژه‌ای رو قائل میشید بر اساس اصل آخرش، یه نقش ویژه‌ای رو قائل میشید برای رابطه با اون رأس تصمیم گیری در اسلام
و در واقع جانشین اون در سیستم ولایت و فقاهت، و یک بخش هم که اشاره میکنه به عدالت که یک چیز ذاتیه، و ما در حدو این بخش ها میبینیم که به روشنی و آشکاری بقیه قوانین که بر اساس این اصول طراحی و تدوین شدن چطور یک نقض آشکاری رو در خودشون دارن. یک دوم این که مفاهیم بسیار قابل تعویل هستن، بسیار چندگانه، یعنی هر مسئول اجرایی میتونه اون رو تعویل و تفسیر به رأی بکنه، و مفاهیم به شکل بسیار انتزاعی میشن. مثلا شما زن رو یک پرورش دهنده و یک عضو جامعه مکتبی میدونید که خود این مکتب یک مفهوم سیال و انتزاعی داره و در واقع یک مفهوم غیر حقیقی داره، در صورتی که یکی از مشخصات ویژه قانون اینه که بر اساس حقیقت مستدل باشه و اینکه قابل تعویل نباشه، یعنی چند نفر نتونن چند تفسیر متفاوت ازش داشته باشن و بسیار روشن و شفاف باشه. این مورد در معدود قوانینی که در مورد زنان صحبت کرده در اصل 10، 20 و 21 هم به روشنی بهش اشاره شده که من فکر می‌کنم زنان حقوقدان ما در ایران خارج از ایران روی این موضوع بسیار ویژه و خیلی دقیق کار کردن. برای اینکه بتونم یه ملاک مقایسه ذهنی به دوستان عزیز بدم، اشاره می‌کنم به در واقع یک بندی از قانون اساسی ایتالیا که در بند سوم این قانون اومده تمام شهروندان از منزلت اجتماعی برابر و یکسانی در مقابل قانون برخوردار هستند بدون تمایز از جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، شخصی، شرایط اجتماعی، و این وظیفه دولت است که بکوشد برای حذف موانع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی که باعث محدود کردن آزادی و برابری شهروندان میشه و یا عامل جلوگیری از رشد کامل انسانی و مشارکت مؤثر همگان در زمینهای سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌ای کشور است. شما می‌بینید که به طور جزئی به تمام موارد مصادیق رفع تبعیض و مفهوم مساوات و استفاده از امکانات متفاوتی که وجود داره در این بند قانونی اشاره کرده. در مورد بخش دوم که مربوط میشه به قوانینی که مستقیما از شریعت نشأت گرفته شدن هم و بیواسطه تحت تاثیر شریعت هستن، هم میتونم به یه سری مجموعه قوانینی که مدون شده مثل حق زنان بر بدنشون که بسیار زیر مجموعه گسترده ای داره، مثل قوانین مربوط به سفر، آزادی حرکت، انتخاب حق تحصیل، کار، انتخاب محل زندگی، آزادی در پوشش، موارد مربوط به قوانین سخت جنین و بارداری، مسئله آزادی در انتخاب شریک جنسی و در واقع حق زن در ازدواج و طلاق و این مسئله باکرگی و سن ازدواج و قیم و حق تحصیل و ارث و دیه که مربوط به مسائل اقتصادی چه به شکل مستقیم و غیر مستقیم، در واقع در مجموع ما رو به چند نتیجه مشخص و مستدل میرسونه. این که اولا بیانگر اینه که نفوذ اسلام در تا چه حد بوده به عنوان یک دین کاملا سیاسی در تعیین و تدوین قوانین. دوم این که دیدگاه تصمیم گیران نظام و پایه‌گذاران و مجریان رو در واقع برای ما مشخص روشن میکنه. و موضوع بعدی این که ما فرصت کافی داشتیم و پتانسیل بسیار زیادی داشتیم و فکر میکنم 30 سال یک آورده کاملا کافی از لحاظ زمانی و تاریخی که تمام توانمندی‌هایی که میتونه یک سیستم بر پایه اسلام داشته باشه رو در واقع شاهدش باشیم به عنوان یک تجربه تاریخی، کما اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت‌ها یا شاید بتونیم بگیم تنها حکومتیه که مشخصا اعلام کرده که بر پایه یک دین بنا گذاشته شده و قوانینش رو مصوب کرده. و موضوع بعدی که به نظرم قابل اهمیته اینه که ما وقتی در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم راه انتقاد رو می‌بندیم، برای اینکه شما در هر دو موضع قانون و یا در هر دو موضع بخواید از این دو بخشی که من ذکر کردم بخواید معترض باشین و بخواید نگاه متفاوت و ویژه‌ای داشته باشین و یا بخواید تولیدگر اندیشه‌ای به شکل فردی یا گروهی باشین یا در واقع مجرم هستین برای اینکه خلاف قوانین رو نظر دادین و یا اینکه محارب هستین برای اینکه خلاف قوانین اسلام رو صحبت کردین، پس با این کار هم هزینه ای که پرداخت میکنن در واقع کنشگران و منتقدین بسیار افزایش پیدا میکنه و به هر حال میشه با یک عنوانی اونها رو محاکمه کرد. و هم اینکه موضوع بعدی در واقع هزینه رو بسیار سنگین میکنه برای این عزیزان با این طریق و راه رو باز میکنه برای مجریان و دستگاه قضا که بتونن محدودیت و حصر به وجود بیارن.
مطلب بعدی این که حتی اگر ما در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم که یک زنی تمام این شرایط و پله‌های به شدت سخت طراحی شده هم طی بکنه و به مدارج بالا هم برسه، حتی در همون فقه شیعه که در واقع ملاک برای تصمیم گیری رأس قدرت، دوباره ما با یک سایه سنگین دیگه در قانون اساسی مواجه هستیم، با این عنوان که زن در رهبر در واقع نمیتونه باشه، در مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمیتونه عضویت و ریاست داشته باشه و در یک یعنی در مجموع در یک ساختار بسیار بیمار انتخاباتی که رهبر خبرگان رو تعیین میکنه، خبرگان رهبر رو تعیین میکنه، نمایندگان مجلس از فیلترهای بسیار زیادی رد میشن بدون در واقع صنف و سندیکا و حزب و رسانه آزاد و تمام مواردی که در یک جامعه دموکرات مطرحه، باز با همه این موانع دوباره ما به یک سد دیگه میرسیم که در واقع زنان در اون شرایط باز هم نمیتونن به یک مدارج بالایی داشته باشند و در حد یک ابزار اجرایی باقی و بسیار باسمه‌ای باقی میمونن. من یه بررسی کردم مثلا در حوزه روشن، برخی از روشنفکران دینی، میخوام یه جمله اینو نقل بکنم از آقای مطهری که از قضا در سایت رسمی حوزه هم بهش اشاره شده بود و ایشون مشخصا در سوالی که ازشون پرسیده میشه در مورد محدوده و حوزه اختیارات فعالیت زنان در عرصه سیاست و فعالیت‌های اجتماعی، اون رو به سه دسته تقسیم می‌کنن و در کتاب‌های اصلی هم که دارن که در مورد زنان نوشته شده به نظرم با آشکاری بهش اشاره شده و این دسته‌بندی از نظر ایشون دسته اول فعالیت‌های اجتماعی ساده هستن که ایشون مثال خیاطخونه رو برش ذکر کنه و دسته دوم حضور در فعالیت‌های اجتماعی عامل منفعت مثل آموزش پرورش تدریس و امور خیریه که بسیار ایشون بسیار سودمند و بلا مانع میدونن و در دسته سوم هم کارهای اجتماعی که با کلمه ولایت عامه و سرپرستی با در جامعه ایشون ازش نقل میکنه و میگه که این مورد موانع شرعی و عقلی بسیار زیادی داره و بعد در طول مسیری که توضیح داده میشه در مورد این موضوع شما میرسید به این مطلب در نهایت که زنان به مقام معنوی بالایی میتونن برسن اما پست معنوی نمیتونن داشته باشن و موارد بسیار ساده به نظر من ساده انگارانه ذکر میشه به عنوان مثال و به عنوان دلیل اینکه زنان میتونن حق در واقع بتونن توانایی نظامی داشته باشن کسب کنن، مشکل دارن که با محارم با نامحرمان بسیار زیادی بعد در ارتباط باشن اگه این مسئولیت رو بپذیرن و اینکه امکان جنگاوری ندارن و اساس عاطفه تصمیم گیرن و مواردی حتی دوران در واقع بارداری دارن و دوران قاعدگی دارن و مواردی از این دست که فکر می‌کنم برای تمام فعالین جنبش زنان کلمات بسیار آشکار و روشنی و بسیار هم تکرار شده. اما در اساس شما می‌بینید که تمام این موارد یک بهانه‌ای میده به دست سیستم جمهوری اسلامی که بر اساس اون بتونن حتی از همون قوانین در واقع جامعه جهانی که ممکنه خیلی اش ضمانت اجرایی نداشته باشه آنی اسلام در واقع شانه خالی بکنن که نمونه روشنش همین نپیوستن به قانون جهانی رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنانه. حالا جمهوری اسلامی به نظر من در این نقطه به یک خلأ مواجه میشه برای اینکه این جامعه 50% از متخصصین کارشناسان از دست داده و فرصت این رو از اونها گرفته که بتونن نیازهاشون از طرفی روشن بکنن و پتانسیل‌هاشون آشکار بکنن و نقش داشته باشن در تصمیم گیری ها. پس میاد این خلأ رو شروع میکنه به در واقع به پر کردن. یه بخشی که بسیار هم کاربرد داشته برای جمهوری اسلامی معرفی یه سری الگوهای مذهبیه. الگوهای مذهبی که جمهوری اسلامی به نظر من خیلی روش تاکید داشته، یکی دختر پیامبره و یکی هم که خواهر در واقع رهبر پیشوای هشتم شیعیانه که در قم دفن شده. من در مورد مشخصا دختر پیامبر فاطمه زهرا مراجعه کردم و بسیار سوال مطرح شده. دوستان ارزم رو متاسفانه از دست دادیم ولی 20 دقیقه‌شون هم تمام شده بود. من میگیرمشون ولی در اینجا از خانم شهر خواهش میکنم که بحث رو ادامه بدن. مرسی.
با تشکر از شما خیانه جان و بنیاد پژوهش‌ها که این فرصت رو در اختیار همه ما قرار دادن که به بحث و گفتگو بشینیم. علاوه بر مشکلات و موانع خارجی چون گرفتاری‌های سیاسی، موانع حقوقی، فرهنگی و غیره، فعالین جنبش زنان به نظر می‌رسد با مسائل درونی نیز درگیرند که به نوعی مانع ایجاد یک ائتلاف فراگیر در بین گروه‌های فعال زنان شدند. اگر که قبول داشته باشیم و فرض رو بر این بگیریم که این مشکلات درونی نیز واقعی و مهم هستند، من در اینجا بدون آنکه بخواهم با پررنگ کردن این نوع مسائل از اهمیت و تعیین کننده بودن نقش موانع خارجی بکاهم، سعی بر آن دارم که بر روی آن بخش از مشکلات درونی تمرکز کنم که به گونه‌ای ریشه در طرز فکر و نگاه ما دارد. هدفم آن است که به ریشه یابی موانعی بپردازم که به طور مشخص به نظریه‌ها و دیدگاه‌های فکری رایج در میان فعالین فمینیستی ایرانی ربط دارد. پس سوال محوری این کنفرانس را با توجه به این دل مشغولی خاص می توان چنین بازسازی کرد: چه مشکلات فکری و نظری مانع شکل گیری یک ائتلاف فراگیر و سازنده در بین گروه های فعال در حوزه زنان شده اند؟ اگر بتوانیم در ریشه یابی این مشکلات و موانع نظری و دیدگاهی به توافق جمعی برسیم، اطمینان دارم که یافتن راه های چگونگی برطرف ساختن این موانع به مراتب آسان تر به دست خواهد آمد. اما مانع اصلی جلوگیری از یک ائتلاف فراگیر در بین گروه های فعال در حوزه زنان چیست؟ یکی از رایج‌ترین نظریه‌ها در بین فعالین جنبش زنان که می‌تواند مانعی باشد برای همکاری با دیگری، چه شخص و یا گروه دیگر، این باور است که آن دیگری مواضع واقعی فمینیستی را نمایندگی نمی‌کند. این فکر خود را به شکل‌های متفاوت نشان می‌دهد، از جمله گفتارهای از این گونه: آنها سازشکارند، یا آنها زیادی رادیکال هستند، چپ می‌زنند و فقط شعار می‌دهند، و یا این تناقض در ترم است، چگونه اسلام می‌تواند با فمینیسم سازگار باشد؟ قصد اصلی آنها دفاع از اسلام است نه از فمینیسم، و بسیاری از این قبیل که شنیده ایم و یا خود استفاده کرده ایم. آنچه که در اینجا میخواهم به آن توجه کنم نه آنچه است که به زبان میآید، بلکه آن فکری است که فرض گرفته میشود اما الزاماً بیان نمیشود. کسانی میتوانند ادعا کنند که دیگری فمینیست واقعی نیست که قبل از هر چه بر این باور باشند که آنها میدانند که فمینیسم واقعی چیست. حال چه خود را نماینده واقعی فمینیسم می دانند و یا اعتقاد قلبی دارند که می دانند مواضع واقعی فمینیستی کدام است. کسی که بر اساس این فرضیه حرکت می کند، طبیعی است که خود را بر حق و دیگری را باطل ببیند. در نتیجه دلیل نمی بیند که با آن دیگری که خطاکار است و ناحق دست به ائتلاف بزند، مگر به یک شرط: در صورتی که بتواند دیگری را به زیر پرچم خود بیاورد. و ما می‌دانیم که در بازی سیاست که فمینیسم مسلماً چالشی سیاسی است، هر کسی سعی دارد که مواضع خود را به کرسی بنشاند و پرچم خود را به اهتزاز درآورد. پس طبیعی است که هر گروه یا شخصی تا آنجا که هوشیاریش اجازه دهد به زیر پرچم دیگری نمی‌رود، مگر آنکه در موضع ضعف باشد. اما ائتلافی که یک طرف به اجبار آمده باشد وحدت نیست، بلکه لشکرکشی است که نه قابل اعتماد است و نه قابل اتکا. پس چرا تعجب می‌کنیم که ائتلاف سیاسی در بین ما ایرانیان به طور کلی و فعالین زنان به طور خاص کمیاب است؟ اینجاست که اگر بخواهیم افکار و نظرات خود را بازنگری کنیم، به سوالاتی از این دست می‌رسیم: آیا به درستی می‌دانیم که مواضع واقعی فمینیستی کدام است؟ آیا می‌توان 100% مطمئن بود که آنچه که ما می‌گوییم فمینیستی است و فقط ما مواضع واقعی فمینیستی را نمایندگی می‌کنیم؟ آیا اساساً می‌دانیم فمینیسم واقعی چیست؟ و بالاخره آیا امروزه می‌توان گفت که فقط یک دیدگاه و جریان فمینیستی واقعی وجود دارد؟ زمانی که تاریخ افکار و نظریات فمینیستی در غرب به خصوص آمریکای شمالی را ورق می‌زنیم، متوجه می‌شویم که یک جریان انتقادی بسیار قوی در انتهای دورانی که به موج دوم مشهور است، شکل می‌گیرد که بر روی تفاوت‌های موجود در میان زنان تاکید دارد. این جریان با نقد تفکر غالب وقت خود که به نوعی جهان شمول بودن خواست‌ها و نیازهای زنان معتقد بود، به مشکلات و مسائل زنان در حاشیه رنگین پوست، جهان سومی و طبقات زحمتکش توجه می‌کند و از آن نتیجه می‌گیرد که تفاوت‌های
طبقاتی، نژادی و جنسیتی در بین زنان ریشه‌ای تر از آن است که بتوان همه را در یک منشور خلاصه کرد و یا به یک زیر یک پرچم آورد. من با اجازه‌تون از این بخش می‌گذرم به علت کمبود وقت، فقط اشاره می‌کنم به یه سری هایلایت‌هاش. برای مثال متفکر و پژوهشگر فمینیست آمریکایی بل هوکس که میگه که بر این باوره که دلایل بسیاری وجود داره تا به ما این واقعیت رو ثابت کنه که هویت نژادی و طبقاتی باعث ایجاد تفاوت‌های اساسی در کیفیت و طرز زندگی و موقعیت اجتماعی زنان میشه. اون معتقده که تفاوت‌های طبقاتی و نژادی در موارد بسیاری از تجربه مشترک زن بودن در تعیین هویت یک زن پیشی میگیره. بل هوکس به جای اون که بگه من یک فمینیست هستم، ترجیح میدهد که بگوید من در ترویج فمینیسم میکوشم، تا مبادا به این پیش‌فرض دامن زند که گویا مسائل زنان از گرفتاری‌های نژادی و طبقاتی مهم‌تر هستند. کسانی که از چنین دیدگاهی می‌نگرند بر این باورند که هویت یک زن فقط در زن بودن او خلاصه نمی‌شود. آنها هویت فرد را محل تلاقی چندین محور کلیدی و مهم می‌بینند. و حال نظریه به عنوان تئوری اینترسکشنالیتی معروف شده که من باز ازش می‌گذرم. مهمش اینه که از نظر این دیدگاه چند صدایی و وجود تفاوت امری اجتناب ناپذیر است که در مرکز بحث‌های فمینیستی قرار می‌گیره، که نظرات بل هوکس هم یکی از این نظرات. و با اجازه‌تون می‌گذرم تا به اینجا برسم که این انتقادها فقط لیبرال فمینیست‌ها رو نشونه نمیگیره، به خصوص در عرصه تئوریک ضربه اساسی بود به هر گونه دیدگاه و تفکر فمینیستی که به زنان به عنوان یک مجموعه همگون و متجانس می‌نگرد و به تفاوت‌های موجود در میان زنان توجه نمی‌کرد. تأثیر مهمی که این نقدها بر نظرات و تئوری‌های فمینیستی داشت آن بود که دیگر نمی‌شد برای مفهوم زن و زن بودن فقط یک معنی تصور کرد، بلکه بستگی به موقعیت تاریخی و ویژگی‌های خاص هر شرایط، زن بودن معانی متنوعی به خود می‌گرفت. دیگر نمی‌شد مفهوم سیاسی فمینیسم را بر اساس یک معنی و مفهوم از زن پایه‌ریزی کرد. پس بنابراین نمی‌توانیم به راحتی از فمینیسم یک تعریف ثابت و غیرقابل تغییر ارائه دهیم. هرچند بسیاری از این گرایشات انتقادی بعدها خود را در کنار فیلسوفان و نظر پردازان معروف پست مدرن دیدند، اما این فقط فمینیست‌های پست مدرن نیستند که به چند صدایی در بین زنان و مشخصهای تاریخی مسائل زنان توجه دارند. برای نمونه در نسل بعدی تئوری‌های فمینیستی تنوع و چند صدایی در بین زنان به عنوان امری بدیهی اغلب پیش‌فرض گرفته می‌شود. علاوه بر بحث‌های تئوریک، جهانی شدن مسائل زندگی زن‌ها در قرن 21 نیز این واقعیت را بیش از پیش در مقابل چشم همگان ما گذاشت. تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی و نژادی و غیره. آنچه که از تمامی بحث‌ها برای ما فمینیست‌های ایرانی می‌تواند مهم باشد این است که امروزه نمی‌توان تفاوت‌های اساسی موجود در بین زنان را نادیده گرفت و یا وانمود کرد که فقط یک نوع لیست از خواسته‌ها وجود دارد. واقعیت وجود این تفاوت‌های عینی در بین زنان از یک سو و جهانی شدن مسائل زنان از سوی دیگر در حوزه فکر نیز تنوع و چندگانگی ایجاد کرده است. همانطور که تفاوت‌های عینی زنان را نمی‌توان نادیده گرفت، ضرورت وجودی تنوع فکری و دیدگاهی در بین فمینیست‌ها را نیز نمی‌توان انکار کرد. پس نمی‌توان از این نقطه آغاز کرد که فقط یکی از این دیدگاه‌های فمینیستی برحق است و بقیه باطل. به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و احترام گذاشتن به دیگری. اگر ما فمینیست‌های ایرانی قبول کنیم که فقط یک دیدگاه واقعی فمینیستی وجود ندارد و فمینیسم پدیده‌ای در حال تحول و ساخته شدن است، دیگر کمتر دلیلی می‌بینیم که به خودی و غیر خودی کردن‌ها دامن زنیم. تغییر فکری و دیدگاهی ما در مورد این نکته کلیدی می‌تواند نقطه آغازی باشد برای تغییر رفتاری ما با مخالفان نظری و فکری خود. اگر که به فمینیسم به عنوان پدیده ایستا و مطلق نگاه نکنیم، آنگاه می توانیم از رفتارهایی که به نفی دیگری و طرد هر آنچه که مخالف ماست دامن می زند فاصله بگیریم. فمینیسم چه در سطح تئوریک و چه در برنامه‌های عملی پدیده در حال رشد و ساخته شدن است. پس می توان وجود اختلاف نظر و عقیده و بحث برانگیز شدن بعضی مسائل را نه تنها منفی ارزیابی نکرد، بلکه نقش سازنده بودن آنها را به ویژه در دراز مدت دید. می توان در جهت اثبات درستی تحلیل ها، نظرات و برنامه های عملی خود تلاش کرد و در این حال به نظرات دیگری نیز احترام گذاشت.
اگر بخواهیم می توانیم فضای ایجاد کنیم که در آن هر فرد یا گروهی صدای خود را بیابد بدون آنکه نیازی باشد تا صدای دیگری را خفه کند، جایی که به رسمیت شناختن تفاوت‌ها با احترام گذاشتن به دیگری در تناقض نباشد. امروز ما فمینیستای ایرانی نیاز داریم که در مورد مسائل بحث برانگیز بیش از اینها به گفتگو بپردازیم، از تنوع نظرات، تحلیل‌ها و راه حل‌های پیشنهادی استقبال کنیم. مسائل زنان ایرانی نه تنها بسیارند، بلکه در برخی موارد پیچیدگی‌های خاصی دارند که خود این امر نیاز به تفکر، تحقیق و تبادل نظر را نیز بیشتر می‌کند. زمانی که بل هوکس به نقد رفتار و عملکرد تفکر غالب آن زمان در بین فمینیست‌ها می‌پردازد، بر این نکته تاکید دارد که طرد کردن کسانی که متفاوت از ما فکر می‌کنند و قبول نکردن آنها در جمع خود در عمل باعث می شود که امکان پدیدار شدن ایده های نو و تئوری های متنوع از بین برود. او می گوید برای مقاومت کردن در مقابل غالب شدن یک نوع تفکر فمینیستی می بایست بر این نکته تأکید شود که تفکر فمینیستی تئوری است در حال ساخته شدن که ما باید همیشه بتوانیم نقدش کنیم، به زیر سوال ببریم، بررسی دوباره کنیم و در جهت کشف تئوری‌های جدید تلاش ورزیم. بل هوکس نقل قولی از سوزان گریفن می آورد که علیه گرایشات به دوگماتیسم در مقاله تحت عنوان روش همه ایدئولوژی ها به فمینیست ها اخطار می کند. گریفن می نویسد کد: زمانی که یک تئوری تبدیل به یک ایدئولوژی می شود، آغازی است برای از بین رفتن دانش. ممکن است که آن تئوری در ابتدا از در احساسات و تجربیات زاده شده باشد، اما به زودی فرای آن احساس و تجربه‌ای که با آن تئوری در تناقض افتد قرار می‌گیرد. هرچند که خود به عنوان یک تئوری رهایی بخش شروع کرده باشد، اما حالا تئوری‌های آزادی بخش دیگر را تهدید می‌کند. بدین گونه ایدئولوژی زندانی برای فکر می‌سازد. پس اگر می‌خواهیم که آزادانه فکر کنیم، می‌بایست که از فمینیسم ایدئولوژی نسازیم. اگر که فمینیسم را پدیده پویا و در حال تغییر ببینیم، آنگاه می‌توانیم از تعصب و یک بعدی نگاه کردن به مسائل زنان نیز فاصله بگیریم. اما چرا کثرت‌گرایی برای فمینیست‌های ایرانی در این مقطع تاریخی یک ضرورت است؟ در طول 30 و چند سال گذشته در ایران، کسانی که در قدرت بودند همیشه سعی کردند که فقط یک تعریف از زن بودن ارائه دهند. آنها با قرار دادن یک سری معیارها که خود میپسندند چگونه زن بودن را از نقطه نظر اخلاقی، قانونی و حتی سیاسی نیز تعیین میکنند. آنچه که صاحبان قدرت بپسندند و به رسمیت بشناسند نه تنها در جامعه در سطح وسیع تبلیغ و ترویج میگردد، بلکه هر زنی که خلاف آن رفتار کند و طور دیگری باشد تنبیه و پیگرد قانونی میگردد. امروزه دیگر در ایران بر کسی پوشیده نیست که حکومتیان مرز فضاهای خصوصی و عمومی را در هم می‌نوردند تا به همه، به خصوص زنان، ثابت کنند که فقط تعریفی که آنها از زن خوب مسلمان می‌دهند قابل قبول است. زنانی که جرأت می‌کنند طور دیگری باشند، دیر یا زود باید بهای آن را بپردازند، حال یا با زندان و تنبیه بدنی و یا اخراج از دانشگاه، از دست دادن شغل و یا آبرو. در شرایط امروز جامعه ایران، تمامی سعی نظام حاکم بر این بوده است که از زنان تصویری همگون و یک نواخت ارائه دهد. آنان تلاش می‌کنند که تفاوت و تنوع موجود در بین زنان ایرانی را انکار کنند. حتی تفاوت‌های مذهبی در بین زنان، آن هم از نوعی که دولت قانوناً به رسمیت می‌شناسد، مانند مسیحیان، کلیمیان، زرتشتی‌ها و غیره، باید که زیر پوشش اسلامی بالاجبار پنهان گردد. تمام تلاش بر این است آنجا که امکان دارد، حتی اگر ظاهری چنین وانمود شود که زنان ایرانی همگی از یک نوع هستند، مسلمان شیعه، طبیعتاً در چنین جامعه‌ای به رسمیت شناختن و دامن زدن به تنوع در میان زنان بهترین و سالمترین آلترناتیوی است که می‌تواند مطرح باشد. در جامعه ایران بیش از 30 سال است که هر گونه تنوع و منحصر به فرد بودن در آن سرکوب شده و همیشه سعی بر آن بوده که وانمود شود که تمامی زنان تنها یک پوشش دارند، پوشش اسلامی، و همگی
یا اکثریت مطلق آنان مسلمانان مؤمن به اعتقادات مذهبی دولت حاکم هستند. برای چنین جامعه ای چه آلترناتیوی بهتر از کثرت‌گرایی میتواند باعث رشد و تقویت جنبش زنان و در نتیجه جنبش فمینیستی شود؟ شرایط عینی موجود در ایران نه تنها به ما اهمیت پدیده‌ای چون کثرت‌گرایی را نشان می‌دهد، بلکه مفهوم و معنای آن را نیز دقیق‌تر می‌کند، به طوری که کثرت‌گرایی از یک ایده خوب کلی که باید به استقبال تنوع و تفاوت‌ها رفت، به یک هدف و برنامه مشخص سیاسی، اجتماعی و حتی قانونی تبدیل می‌گردد. یکی از مهمترین درس‌هایی که بتوان از تجربه سه دهه گذشته در ایران گرفت این است که برای حفظ تنوع و چندگانگی در یک جامعه ضروری است که از حقوق و موجودیت تک تک افراد و گروه‌های در حاشیه و اقلیت، حتی کسانی که تعدادشان به درصدی ناچیز می‌رسد، رسماً و قانوناً دفاع شود. اگر در جامعه ای حقوق مسلم هر آن کس که در اقلیت قرار می گیرد، چه به دلیل عقیدتی، مذهبی یا گرایش جنسی، نه تنها حفظ بلکه ضمانت شود، سرنوشت آن جامعه در هر کجای دنیا که باشد می تواند به شرایطی که امروز در ایران حاکم است منتهی شود. امروزه شاید بیش از هر زمان دیگر زنان ایرانی با پوست و گوشت خود حس کنند آنچه را که سیمون دو بوار در 60 سال پیش گفت. چنین از شرایط زن، او که مانند انسان‌ها یک موجود آزاد و خودمختار است، خود را در حال زندگی کردن در دنیایی می‌یابد که مردان او را وادار کردند که موقعیت غیر خودی یا دیگری را بپذیرد. او می‌گوید زنان تا زمانی که جنس دوم تلقی شوند هیچگاه نمی‌توانند با مردان برابر باشند. تنها زمانی می‌توان از برابری دم زد که زنان بتوانند آزاد باشند تا خود و شرایط خود را به هر شکلی بخواهند تغییر دهند. از دید او یک فرد زمانی میتواند انسان کامل بشود که کاملا آزاد باشد. هویت فردی را این فلسفه یک ثابت و از قبل تعیین شده نمیبیند، بلکه آن را ساخته دست خود انسان میداند که دائما توسط فرد در رابطه با محیط اجتماعیش در حال دوباره ساخته شدن است. پس میبینیم که داشتن حق انتخاب که شرط ضروری آن وجود آزادی و تنوع در جامعه است، به ویژه برای زنان ایرانی کلیدی و ضروری است. چگونه میتوان اما با وجود این اختلافات و تفاوت‌ها به وحدت رسید؟ اگر فکر کنیم که کثرت‌گرایی یک نوع طرز فکر و نگاه است به اختلافات موجود، طرز فکری که با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها به استقبال تنوع و چندگانگی می‌رود، آنگاه شاید هانا آرنت به ما کمک کند که بُعد فلسفی مسئله را بهتر درک کنیم. آرنت در مقدمه یکی از کتاب‌های خود میان گذشته و آینده بر روی چگونه فکر کردن تاکید دارد. او می‌نویسد که تنها هدف این مقاله ها آن است که تجربه‌ای به دست دهد از چگونه فکر کردن. این مقالات نسخه نمی‌پیچند که چه باید اندیشید یا چه حقیقتی را باور داشت. نکته مهم در اینجا تفاوتی است که آن آرنت بین آنچه که باور داریم و با آن می‌اندیشیم با نحوه و طریقی که به چیزی می‌اندیشیم می‌گذارد. برای آرنت روشن است که چطور فکر کردن how to think به چه فکر کردن what to think یکی نیست. اگر که بتوانیم این دو را از هم تمیز دهیم، به مراتب آسان‌تر خواهیم توانست تصور کنیم شرایطی را که در آن از یک سو بر تفاوت‌های موجود میان باورهایمان تأکید می‌کنیم و از سوی دیگر در چگونه فکر کردن به این تفاوت‌ها و کنار آمدن با آنها با یکدیگر به وحدت می‌رسیم. چنین درکی از مسئله به ما کمک می‌کند تا مجسم کنیم که چگونه می‌توان در دفاع از نظریه‌ها، تحلیل‌ها و برنامه‌های عملی فردی و گروهی تلاش کرد و مرزهای اختلافات را پررنگ نگاه داشت و در این حال با گروه‌ها و افرادی که با نظرات ما مخالفند در مورد چگونه اندیشیدن به این اختلافات و جایگاه آنان به توافق رسید. فراموش نکنیم که کثرت‌گرایی یک نوع طرز فکر و نگاه است به اختلافات موجود. طرز فکری که با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها از نفی کردن دیگری می‌پرهیزد، چرا که می‌داند تنوع و چندگانگی در جامعه بدون وجود این تفاوت‌ها بی‌معنی است. کثرت‌گرایی سکه‌ای است که دو روی دارد. از یک سوی به استقبال تنوع می‌رود و تفاوت‌ها را دامن می‌زند و از سوی دیگر از حق مشترکی دفاع می‌کند که برای همه یکسان.
انسان است. می توان برای دفاع از این حق مشترک وحدت کرد، در حالی که به وجود اختلافات اذعان داشت. ضرورت داشتن تنوع در یک جامعه کثرت‌گرا به رسمیت شناختن فردیت و تفاوت هاست. داشتن یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. تنوع و فردیت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اما چگونه می توان چنین شرایطی را ایجاد کرد و در حفظ آن کوشید؟ چارلز تیلر، فیلسوف و نظریه پرداز معاصر کانادایی، در درک این مسئله به خصوص در بعد سیاسی آن به ما کمک می کند. او در مقدمه کتاب خود عصر سکولار از درک از سکولاریسم سخن می گوید که هدفش حفظ چندگانگی و تنوع در جامعه امروزی است. تیلور بر این باور است که امروز سکولاریسم را می توان به گونه ای تعریف کرد که بتواند وجود تنوع و حق انتخاب را تضمین کند. او سکولاریسم را پاسخی می بیند برای معضل چگونه کنار آمدن مذاهب، فرهنگ ها و ارزش هایی که به ویژه در نتیجه مهاجرت در کنار هم قرار گرفتند. آنچه که از تحلیل تیلور در مورد این درک کثرت‌گرایانه از سکولاریسم برای ما مهم می شود، شبیه نکته است که در بحث آرنت دیدیم، با این تفاوت که تمایزی که تیلور می گذارد بین دو پدیده است، یکی محتوای باورهای ما، یعنی آنچه که ما به آن باور داریم، و دیگری شرایطی که باورهای متفاوت و حتی ناقص در آن در کنار هم قرار می گیرند. تصویری که او از یک جامعه سکولار کثرت‌گرا می دهد در واقع توصیف شرایطی است که در آن هر عقیده و باوری به صورت یک انتخاب در می آید. از دید تیلور در چنین جامعه‌ای سکولاری قصد تغییر باورها نیست، بلکه هدف ایجاد شرایطی است که همه باورها، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، بتوانند در کنار هم زندگی کنند بدون آنکه گروه از موقعیت ویژه و برتری نسبت به دیگران برخوردار باشد. ایجاد شرایطی که در آن بتوان تنوع و چندگانگی را تضمین کرد بدون دادن امتیاز به گروهی خاص، خود میتواند هدف مهمی برای وحدت بسیاری از گروه‌های فعال سیاسی از جمله فمینیست‌ها باشد. برای چنین وحدتی نه تنها نیازی نیست که افراد یا گروه‌ها تفاوت‌های خود را نادیده بگیرند، بلکه وجود همین تفاوت‌هاست که اساساً به چندگانگی در آن جمع معنا می‌بخشد. خیلی